درس 16 هم از کتاب English Vocabulary in Use از انتشارات کمبریج. Communications، ارتباطات. A، Letters، نامه ها. برای نامه‌نگاری در زبان انگلیسی قواعدی وجود داره که اونها رو با هم می‌بینیم. آدرس فرستنده رو باید بر روی انولوپ یا پاکت نامه بنویسید. ادرس، نشانی. انولوپ، پاکت نامه. همینطور استمپ یا تمبر رو باید در گوشه سمت راست انولوپ بچسبید. آدرس خودتون رو به عنوان فرستنده باید بر روی خود برگه در واقع نامه بنویسید. مثل همین که اینجا نوشته، تاریخ نامه رو باید حتماً به عنوان دیت فراموش نکنید که بنویسید و سیلوتیشن یا همون تعارفات و در واقع عرض ادبی است که در ابتدای نامه نوشته میشه رو حتماً باید یادداشت کنید و این نشون میده که شما دارید یک نامه نگاری در واقع رسمی انجام میدید یا یک نامه نگاری خصوصی. دیر به عنوان عزیز و مستر یک تایتل و جیکوب نام خانوادگی یا سورنیم، فامیلی نیم، سکند نیم اون شخص که سرهم میشه آقای جیکوب عزیز. بعد از اینکه نامه رو نوشتید باید اون رو در صندوق پست یا لتر باکس بندازید. دو تا اصطلاح رایج هم اینجا میبینیم. Don't forget to put a stamp on the envelope. فراموش نکن که یک تمبر روی پاکت نامه بچسبونی. Don't forget to post the letters. فراموش نکن که نامه ها رو پست کنی. B، ایمیل and اینترنت. ایمیل سرنام کلمه الکترونیک میل به نام پست الکترونیکیه. میل که همون پست باشه، امروزه دیگه رواجش کمتر شده، هرچند ادارجات هنوز با نامه های سنتی و کاغذی با افراد در تماس هستن. اینترنت مخفف اینترنشنال نتورک، یعنی شبکه بین المللی، که برای یک نامه الکترونیک شما حتما باید یک آدرس الکترونیکی داشته باشید تا دیگران بتونن با شما در ارتباط باشن و شما حتما باید به یک کامپیوتر یا تلفن هوشمند دسترسی داشته باشید و اون دستگاه شما حتما باید به اینترنت وصل باشه. کامپیوتر، خود دستگاه کامپیوتر، سکرین یا صفحه نمایش، کیبورد یا صفحه کلید، ماوس، همون گوشواره، اینها اجزای ابتدایی هستن برای کار کردن با یک کامپیوتر. همه این اجزا رو میشه به صورت فشرده تر در یک لپتاپ داشتش. برای انتقال اطلاعات از روی لپتاپ به پی سی یا همین کامپیوتر که همون پرسونال کامپیوتره و یا ارتباطش با جاهای دیگه، از یک مموری استیک باید استفاده کنید. میتونید اطلاعاتتون رو داخل این وسیله بگذارید، بدون نیاز به برق و باتری میتونید رو جابجا کنید. Olivia gets a lot of emails from New York. این جمله یک present simple و میگه که Olivia دریافت میکند ایمیل های زیادی را از نیویورک. You have to be careful what information you give people online. شما اگه مجبور شدید اطلاعاتی رو به دیگران بدید بر روی اینترنت یا همون حالت برخط یا آنلاین، باید مراقب باشید. باید مراقب باشید. You have to be careful what information، چه اطلاعاتی رو you give، میدهید به افراد دیگه و اشخاص دیگه به صورت آنلاین یا برخط. What's your email address؟ ایمیل آدرس همون آدرس پست الکترونیکیه که در بالا خدمتتون توضیحش رو دادم. علاوه بر تجهیزات و دستگاه‌های الکترونیک و اینترنت، شما به یک آدرس پست الکترونیک هم احتیاج دارید که به این شکل نوشته میشه.
ترجمه جمله هم اینه که ایمیل آدرس شما چیست. برای اینکه بتونید یک ایمیل آدرستون رو بگید یا داشته باشید، باید از یک نام که هر نامی میتونه باشه استفاده کنید، به علاوه یک علامتی به نام ات، یک ای و یک دایره دورش، اسم یک پرووایدر یا یک وبسایتی که بتونه ایمیل آدرس شما رو در خودش ذخیره کنه، یک دات و یک نقطه، و علاوه در واقع اکستنشن یا در واقع علامتی که نشون میده جنس اون وبسایت چیه، در چه رابطه اون وبسایت کار میکنه. یک علامت مختصره که در اینجا با کام نوشته شده که در اینجا به عنوان مثال از کام استفاده شده و اینطور خونده میشه mol@cup.com. اینجا احتمال شما اینجا لازم نیست حتما بنویسید مول، میتونید اسم خودتون باشه یا هر نامی که گفتم میتونید استفاده کنید، ولی به علاوه ات اسم یک پرووایدر هر چیزی میتونه باشه، هر اسم هر وبسایتی، دات به علاوه اون مشخصه که اون وبسایت داره، سی تلفونز اند موبایل دیوایسز. تلفن به دستگاهی گفته میشه که بتونید شما از راه دور صحبت کنید و یا بشنوید. تلفن یعنی شنیدن از راه دور و موبایل هم که دستگاه‌های قابل هم و همراه رو بهشون میگن موبایل، و دیوایس هم یعنی دستگاه. موبایل دیوایس دستگاه قابل هم، همینطور که می‌بینید یه چیزی شبیه تبلت بوده. موبایل همین دستگاه‌هایی که به عنوان تلفن‌های هوشمند ازش استفاده میشه. تلفن رو که میشناسید و باجه تلفن عمومی رو هم بهش میگن فون باکس. One makes a lot of phone calls. یعنی one برقرار میکنه، میسازه تماس تلفنی خیلی زیاد. He phones his girlfriend every day. او زنگ میزنه به دوست دخترش هر روز. I always take my smartphone with me. من همیشه تلفن هوشمندم رو همراه خودم هم میکنم، میبرم. I never turn it off. من هرگز اونو خاموش نمیکنم. به فرزاور به turn off توجه کنید. What's your phone number? What's your mobile number? شماره تلفن شما چیه یا شماره موبایل شما چیست؟ شماره موبایل رو هم اینطور باید بگید یا شماره تلفنتون. عدد 0 رو 0 یا O بخونید که بهتر هم O تلفظ کنید. 0665307 18. میتونید عددهایی رو که تکراری هستن، دو تا پشت سر هم هستن رو هم با دبل تلفظ کنید. مثلا بگید 0665307 18. He's not answering his phone. او جواب نمیدهد به تلفنش. I leave a voicemail and I'll text him or send him a text یا send him a text message. میون به تلفن جواب نمیده، من خواهم گذاشت یک پیام صوتی. همونطوری که میدونید یه سری از شرکت های مخابراتی سیم کارت هایی رو که ارائه میدن توانایی این رو داره که اگر شخص مخاطب شما گوشی رو بر نداشت، بتونید براش پیامی رو ضبط کنید. اون چیزی که به طور معروف میاد بعد از شنیدن صدای بغض پیام خود رو بگذارید، منظورش همونه، به اون میگن وایس میل. و میگه که من یک تکست
یک متنی رو I will text him. من براش تکست میکنم یا send him a text یا براش میفرستم یک متنی رو یا send him a text message یک پیام متنی براش میفرستم. D expressions. دو نفر در این در واقع گفتگو تلفنی دارن با هم صحبت میکنن. نیک زنگ زده به جایی که سو تلفن رو برمیداره و سو گوشی رو برمیداره میگه هلو و نیک در جواب میگه هلو. It's Nick here. اینجا نیکه، یعنی نیک داره صحبت میکنه. Can I speak to Ahmed please؟ یه من میتونم با احمد صحبت کنم لطفا. سو میگه I'm sorry he's not here at the moment. یه ببخشید عذر میخوام، اون الان در حال حاضر اینجا نیست. Can I take a message؟ میتونم یک پیغام بگیرم از شما، یه پیغام بگیرم براش. نیک میگه Thanks could you just tell him I called. یه ممنون، فقط بهش بگید که من زنگ زدم. I will call back later. من بعداً دوباره زنگ میزنم. سو میگه اوکی. I will tell him. باشه، بهش میگم. Goodbye. نیکم میگه bye. Tip. یک توصیه. Use a search engine to find an example of a letter and an email in English. Write down any useful words or phrases in them. از موتورهای جستجوگر مثل گوگل یا یاهو یا از این قبیل استفاده کنید و مثالهایی رو برای نامه و ایمیل در زبان انگلیسی پیدا کنید و لغتهای کاربردی اونها رو بنویسید. لغتها یا عبارتهای کاربردی برای اونها رو یادداشت کنید. طبق روال عادی تمام کتاب‌های آموزشی این درس هم یک صفحه تمرین داره. امیدوارم این تمرین‌ها رو حل کنید و در کامنت بگذارید تا با هم بررسیشون کنیم. Exercises 16.1 Have you got any of the things on the opposite page? Make a list. میگه که چیزهایی رو که در طول ویدیو در قبل براتون توضیح دادم آیا دارید؟ تعدادی از اونا رو لیستش رو بنویسید، مثل موبایل. 16.2 What are the name of these things؟ اسم این چیزها چیه؟ Number 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا 12. در اینجا اسم اونها رو بنویسید. نمبر 1 رو خودش نوشته کیبورد و بقیه رو ویدیو رو بزنید عقب نگاه کنید که یادتون بیاد. 16.3 Complete these phone conversation. این مکالمه تلفنی رو کامل کنید. در این مکالمه امیلیا و مینا هستن. مینا زنگ زده به امیلیا، گوشی رو برداشته و با هم یه صحبتی داشتن. امیلیا که گوشی رو برداشته گفته هلو. مینا گفته هلو. It's مینا here. مینا داره زنگ میزنه. مینا زنگ زده. Can I جای خالی to Amel please. امیلیا گفته I'm جای خالی he's at work. جای خالی at the moment. Can I با جای خالی a message. مینا گفته It's all right. I'll جای خالی back later. It's all right یعنی همه چی مرتبه، همه چی خوبه، اوکیه. من دوباره تماس میگیرم. امیلیا گفته اوکی then خوبه پس bye. و امینا گفته بای. 16.4
write down one. Two phone numbers that are important to you. دو تا شماره تلفن که براتون مهمه اینجا بنویسید. نمیخواد این شماره تلفن های مهم رو برای اگه تو کامنت میذارید درست باشه. هر شماره باشه مهم نیست. فقط تعداد شماره ها مهمه. درست نوشتنشون مهمه و کامل نوشتنشون. Two. Write email address that are important to you. میگه که دو تا ایمیل آدرس مهم رو بنویسید. اینجا هم باز قراره که ما ببینیم شما نحوه نوشتن ایمیل آدرس رو بلدید یا نه و اصلا احتیاج نیست که ایمیل آدرس واقعی باشه. Now read them aloud. حالا اونا رو بلند بخونید. اون چیزایی که در این دو خط نوشتید. 16.5 Answer these questions. به این سوالات جواب بدید. Do you prefer to text or phone your friends? یه ترجیح میدید که یک تکست یا یک همون چیزی که ما بهش میگیم SMS یا یک پیام بفرستید برای دوستتون یا بهش زنگ بزنید. Do you send more emails or more text message? میگه که بیشتر شما تکست مسیج میفرستید یا ایمیل از کدومش بیشتر استفاده میکنید. How often do you go online? چند وقت یه بار شما آنلاین میشید که فکر کنم اغلب خیلی در روت هر روز آنلاین میشن. Or do you prefer to use a laptop or a mobile device? یه شما بیشتر ترجیح میدید از یک لپتاپ استفاده کنید یا دستگاه های همراه. 5. Do you often write letters? یه چند وقت یه بار شما نامه می نویسید. امیدوارم از این درس خوشتون اومده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید اون رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله رو بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.